سیکی کارخانه ها در تاجیکستان زیان‌آور هستند. کارگاه های کم درآمد اساساً در بخش های صناعت و نقلیات و ساختمان و مخابرات عمل می کنند. یکی از قرضداران بزرگ شرکت برق تاجیک است که تنظیم و تامین اهالی را با نیروی برق بر عهده دارد. در حالی که این کارخانه باید از فروش برق درآمد زیاد بیارد، برعکس 1.6 میلیارد دلار قرض دار است. روند بازسازی ساختار برق تاجیک که حالا جریان دارد با هدف رهبری بهتری این مؤسسه پیاده می شود. در عین زمان ضرور است که فیشنگ های را کار بریم تا همایش بیشتری برق تاجیک با نظام اقتصادی تاجیکستان عملی شود. تحلیلگران میگویند وضع ناخوب مالی این کارخانه های دولتی تاجیکستان درآمد کارگاه های دیگر استحصالی را زیر سایه میبرد. برای به اعتدال آوردن وضع مقامات قرضهایی را که از سازمانهای بین المللی مالی میگیرند با فایض پستر به کارخانه های دولتی میدهند. همچنین این کارخانه های کم ثمر از حساب مبلغ های بودجه نیز قرض میگیرند. مقامداران اصول پیش گرفته را درست می حسابند. ما هر سال مانیتورینگ میگذرانیم و آن نشان میدهد که تا کدام اندازه اصول استفاده شده ثمرناک است و برای حل مشکلات کمک میکند. بر اساس همین بهاگذاری میشود در باره تغییر اصول و یا ادامه آن حرف زد. تحلیلگران انداز بلند را سبب قرضداری کارخانه ها میدانند. نقشه جمع‌آوری انداز هر سال زیاد میشود. کارخانه ها نه تنها برای رشد استحصالات بلکه برای تعمیر و ترمیم نمودن تجهیزات موجوده نیز پول نمییابند. از طرف دیگر بخش قابل ملاحظه درآمد را کروپسیه به اصطلاح فرو میبرد. تقریبا از 70 تا 90 فایز تجهیزات بنیادی فرسوده می شوند. صاحب کاران ناچارند که از حساب درآمد کمی خود این تجهیزات را عوض و یا از نو سازی کنند. برخی از این تجهیزات هنوز 15 و یا 20 سال پیش فرسوده شده بودند و یا باید آنها را عوض می کردند. عملا استحصالات عادی را نمی توان تامین کرد. То оборудование, которое были изношены там 15-20 лет назад. Банки جهانی به تاجیکستان توصیه می‌دهد که برای بهتر کردن وضع شرکت‌های دولتی باید نظارت مالی آنها را درست براه مانند و هرج و مرج معاملات بین کارخانه‌ها را از بین برند. کارشناسان در نوبت خود به ضرورت اصلاحات در نظام انداز تاکید می‌کنند. آنها بر این نظرند که با چنین اندازهای بلند کارخانه‌های موجوده مفلس شده و کارگاه‌های نو تشکیل نمی‌یابند.